خب دوستان عزیز، یه دو سه ساعت یه خبر اومده که سفارت آمریکا، اینجوری بذارید، سفارت آمریکا رو مردم عراق گرفتن. خب من میخوام در مورد این خیلی صحبت داشته باشم، اتفاقات رو جمع‌آوری کردم. تا قبل از اون آخ دلم میخواد که این نیروهای برانداز و خاکانداز و زیرانداز و تفنگانداز و چه میدونم اینا، ترولهای مجازی بدبخت بیکس و کار پیرپسر پیردختر، الان بگن که گرفتن سفارت و اینا کار غیر اخلاقی است. چطور زمانی که اراذل اوباش اشرار در بصره اومدن کنسولگری ایران رو درب داغون کردن، شما همتون داشتید با دومتون گردو میشکستید؟ البته گردوهاش عموماً سرش توش خالی بودش، پوکه بودش به هر حال، ولی با دومتون گردوهای پوکر هم شکوندید و اینا. چطور الان میشه میخواید بگید غیر اخلاقی است؟ و آگاهانه گفتم که اراذل اوباش و اشرار به کنسولگری ایران حمله کردن. چرا؟ چون یک تعداد کمی بودن در شب حرکت. اوباش و اشرار چه زمانهایی میان یک جا حمله میکنن؟ در تاریکی شب، در تاریکی شب اومدن به کنسولگری ایران. و با چه چهره اومدن؟ چهرهاشون رو پوشونده بودن کلن. اشرار چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی خودشونو میپوشونن. ببین، من جلوی دوربین نام، اسم، رسم، همه چیزم مشخصه. ترولهای مجازی چی؟ همشون پنهانن، همشون خودشونو قایم میکنن، چون اشرارن، چون اوباشن. اونایی هم که حمله کردن به سفارت ایران در، البته کنسولگری ایران در بصره، شما دیدی در شب حمله کردن و صورتشون پوشونده بود. به اینا میگن اشرار. من حرف مف نمیذارم که فقط بخوام صرفا جنگ روانی، من دارم ماهیتی صحبت میکنم، محتوایی دارم عرض میکنم این سخنانو. ولی در ارتباط با سفارت آمریکا، تو روز روشن، به این میگن مردم، تو روز روشن و بیان که کسی صورتشو پوشونده باشه اومدن و حمله کردن به سفارت آمریکا، به این میگن مردم. مردم که حمله میکنن روز روشن، آیا صورتشون رو میپوشونن؟ نه. اشرار و اوباش چیکار میکنن؟ صورتشون رو میپوشونن، شب حمله میکنن. پس اینه مخالفین ایران امروز، نمیتونم داد بزنم که سرما خوردم، ولی مخالفین ایران امروز یک مش اراذل اوباش و اشرار هستن، انسانهای پیش از نقد و ترول هستن، چه تو فضای مجازی چه فضای حقیقی، و حامیان ایران مردم منطقه هستن، مردمی که امروز رفتن جلوی سفارت آمریکا. این فرق این داستانه که گفتم ابتدای برنامه گربه رو دم حجله بکشم، حالا تازه بریم تو برنامه آروم یکی یکی. خب اتفاق عراق، اونم در آستانه سال نو میلادی، امشب سال نو میلادیه، امروز قرار شبش این موشک ها همه ترقه مرقه در کنن سال نو میلادی باشه. یعنی اگر هزاران بار برنامه ریزی ایران کرده بود که تو سال نو میلادی آمریکا در منطقه، پوزش میخوام بخاطر صدا، چنین تحقیر وحشتناکی بشه، باز موفق نمیشد. چقدر این ترامپ رو من دوست دارم. یعنی من بارها گفتم جا داره ایرانی ها همیشه از ترامپ به عنوان ناجی خودشون یاد کنن. این احمق در شرایطی که دولت گرین کارتی ما داشت همه چیز رو میبخشید، قشنگ رفته بود که ایران رو ببازاند، میز بازی رو برهم زد. احمق ابرجام خارج شد، کمک میکنه. الان در شرایطی که در لبنان، ببینید چقدر این آدم احمقه، احمق دوست داشتنی ترامپ، در شرایطی که الان چند وقت لبنان به هم ریخته، عراق به هم ریخته و شعارهای متاسفانه ضد ایرانی در شهرهای مختلف لبنان و به ویژه عراق، که قشنگ بحث عراق جنگ شیعه با شیعه است، یعنی حتی مدل جنگ شیعه با سنی یا کرد و عرب زبان نیست، مدل شیعه شیعه بود که خطرناکترینه برای ما ایرانی ها. چون چرا متحدان اصلی ما در عراق کیان؟ کردان؟ نه. سنیان؟ نه. خیلی از سنی ها با ما ارتباط دارن، خیلی مسیحی ها دارن، خیلی کرد های اونجا با ما ارتباط دارن، مثل بچه های جلال طالبانی، اما متحد اصلی ما نیستن. متحد اصلی ما شیعیان هستن، شیعیان عراق هستن. خب جنگ شیعه و شیعه در عراق به ضرر کیست؟ به ضرر ما بود، خیلی به ضرر ما بود.
در شرایطی که تمام برگ‌های بازی در لبنان و عراق بخش‌های قابل توجهش به ضرر ما بود، دوباره ما تو میز بازی یه خود دوچار مشکلات شدیم. با صبر استراتژیک به جای اینکه با این توجه به این مگس‌های اشرار ضد ایرانی در عراق که ویز ویز می‌کردن علی ایران ما کنترلمون رو از دست بدیم، با صبر استراتژیک، این صبر استراتژیک یه خود گرون برامون تموم شد. بهترین فرزندان همتبار عراقی ما یعنی جوانان هشت شعبی که در برابر داعش وایستاده بودن پرپر شدن، ماشین آمبولانس اینا رو آتش زدن، اون جوان با برادرش رو قتل عام کردن، ما رو خون به دل کردن که ما دیدیم همتباران عراقی ما دارن مثل گل یکی یکی پرپر میشن. آدم یاد جنگ قادسیه میافتاد که اسلام حقیقی اول از همه با کجا حمله کرد؟ تو عراق. عراق پایتخت ایران بود، تیسفون کجاست اونجا؟ اصلا کاخ پادشاهی ساسانی کجا بود؟ یزگرد سوم کجا بود؟ انوشیروان دادگر کجا بود؟ تیسفون این آقایین عرب چی بهش میگن؟ مدائن. چرا مدائن میگن؟ چون مدینه جایی بود که یهودی ها در حقیقت بسیار لازم مالی بهش رسیدگی کرده بودن. مدینه کجاست؟ یثرب. اصلا ما شهری به نام مدینه نداریم، یثربه. عرب ها چون اونجای خودی تمدنی داشت، تمدن که هرچه عرض کنم تمدنکی داشت و اینا، داد تا مثلا خونه گلی هم درست کرده بودن بهش میگفتن اینجا مثلا تمدن داره، بهش گفته بودن مدینه. وقتی که میان تیسفون ما رو میبینن در عراق دهنشون وا میمونه و میگن خدای محمد اینجا مدینه ها ساخته شده. این که میگن مدینه ها ساخته شده ازش واژه مدائن در میاد. خب اون موقع این همتباران، اون موقع ایرانی ها و الان هم همون ایرانی ها هستن، ایرانی های ساکن عراق که اون موقع البته بغداد نامش خداداد بود، نینوا و بهتون بگم اینا همه بخشایی از ایران بزرگه، تیسفون اینا جیگرگوشه های ایرانه، اینا اصلا جیگرگوشه چه ارز کنم پایتخت ایرانه، ما جیگرگوشه تیسفونی، ما جیگرگوشه نینوایی، ما یه چیزی تو این کربلا گم کردیم میریم، حالا به اسم حسین میریم اینا یه بحث دیگه ایه در چارچوب مذهبی، ولی فرای مذهبی است این کربلا، بحث و دیدگاه تمدنی میطلبه که ما اگر بدونیم در همون کربلا سپاه ساسانی چگونه مقاومت کردن تا اعراب وحشی و مسلمانان واقعی به خاک کشور ما تجاوز نکنن، خون گریه میکنیم که بدونیم بهمن جازوه چگونه رشادت به خرج میده، هرمزان چگونه میجنگه در همین جایی که امروز ما بهش کربلا میگیم. آره ما یک سری سرها اونجا بریده شده، ما برای یک سری سرهای بریده اونجا میریم به اسم امام حسین، مهم هم نیست برای من به هر اسمی که میخوایم بریم، ما یک گمگشته‌ای تو کربلا داریم، ما یه گمگشته ای تو کاظمیه و نجف داریم، ما گمگشته ها داریم در به خصوص جنوب خداداد بغداد. این بحث تمدنی میطلبه که هر ایرانی تاریخ رو بدونه عاشقانه باید عراق رو دوست داشته باشه، عراق تمام هستی ماست. خب دیدیم که این عراق و هستی ما رو اومدن و چی کار داشتن میکردن، حسابی شلوغ کردن و مردم هم جیگرگوشه های ما را، هم تباران عراقی ما را جلوی ما قرار دادن، بعضی هاشون زده شعارهای زده اینانی دادن. البته بگم تمام لیدرها اشرار و اوباش بودن که ما در اتفاقات کنسولگری ایران اینا دیدیم که صورتاشون رو پوشونده بودن و در چه هیبتی اومده بودن که اینا معلومه جایگاهشون چیه، ولی خب امروز هم اتفاقات دید. ایران صبر استراتژیک تو این و آقای ترامپ باز ما رو نجات داد از یک واقعا پیچ تاریخی پیچیده‌ای که چند ماه طول کشید در لبنان و عراق و اشتباه محاسباتی کرد. خب ما یک مقدار سر به سر این آمریکایی‌ها گذاشته بودیم، البته من به خاطر ضعفی که تو این چند روز هم از نظر بیماری و هم از نظر در حقیقت حجم کاری که باید برای بیزنس هم انجام میدارم باز با ریز جزئیات بیشتر نتونستم قضیه رو دنبال کنم، تا جایی که اطلاع دارم این برنامه رو جلو میبرم. آمریکایی‌ها به چند دلیل اشتباه محاسباتی کردن که یک بخشی از این اشتباهات محاسباتیشون به خاطر حضور فعال بچهای هشتال شبی در نقاطی بود که نزدیک پایگاه‌های هم آمریکایی تعریف می‌شد و هم در بعضن در جاهایی بود که مرکزیت داعش اونجا پنهان شده بود و بچه هشتال شبی داشتن پایگاه را سرتاسر عراق در نقاط مختلف می‌ذاشتن. بعد آمریکایی‌ها به بهانه اینکه چندین بار خب مثلا عراق زودتر این شعارها و این تظاهرات زودتر به نتیجه برسه، ببینید آمریکایی‌ها یک اخلاق بدی که دارن که البته برای ما خوبه،
آمریکایی‌ها مصداق افرادی هستن که ما تو ایران تو زمان مثلامون میگیم که طرف میخواد یک شبه پولدار بشه، حال نداره بره مثلا یک کار یاد بگیره، تخصص یاد بگیره، دوست داره یک شبه پولدار بشه. مثلا همین بخشای گسترده از جوانای جدیدمونه که میبینم، اینا همش دنبال یک شبه پولدار شدن، دنبال این نیستن که کاری، تلاشی، چیزی، تخصصی، هیچی، فقط میگن یک شبه بعد پولدار شه. آمریکایی‌ها همینن. آمریکا یا این شلوغیای لبنان و عراق خودشون را انداختن. من بهت میگم خامنه ای این واقعا انسان دنیا دیده است، واقعا این فروهری که الان پشت منه و شما دارید میبینید در این تصویر فروهری که ماها میذاریم، حالا توی انگشتر منم بهتون نشون بدم ببینم قشنگ اگه دیده میشه، در این انگشتر من فروهر هست، بله داره دیده میشه، این انگشتر من که فروهر رو دارید میبینید، وسطش یک پیر دانایی اونجا وجود داره و به درستی میتونم بگم این پیر وسط فروهر رو امروز من در آقای خامنه‌ای میبینم که چقدر ایشون داناست و چقدر با صبر استراتژی که بسیار فوق‌العاده‌ای که دارن باعث شدن که تحریک نشن، اقدامات خارج از چارچوب انجام بدن و برعکس انقدر صبر استراتژیک کرد آقای خامنه‌ای که آمریکایی‌ها دچار محاسبات اشتباه شدن، خودشون فتنه رو آغاز کردن تو عراق و لبنان چند ماهه و ایرانی‌ها سکوت کردن، هی سکوت کردن و الان عراقی آمریکایی می‌خوان زودتر به نتیجه برسن. احمق، تو با عراق و لبنان با شلوغیایی که راه انداختی صبر کن. آقای ترامپ چقدر تو آخه ادرار تنده، یه خورده صبر کن پسر جان، حتی دیگه تو هم پیر پسر جانی، یه خورده صبر کن بذار به نتیجه برسه. چرا تو هر کاری که علیه کشور ما میکنی به هنو کاله میکنی میورو میوت کاله؟ اتفاق برجام پدر ایرانو در می آورد، به احمق میوه کاله کندی، تازه فوش هم دادی به اوباما. الان هم تو عراق همین اتفاق هم حمله کرد به بچه های 80 شبی و متاسفانه نزدیک 60-70 نفر از همتباران آریایی نژاد ما رو اونجا به شهادت رسون و بسیار خب این ناراحت کننده است و خون این 60-70 نفر شدید دامن آمریکایی‌ها رو خواهد گرفت، شدید دامن آمریکایی‌ها گرفت و خواهد گرفت و بیشتر از اینا خواهد گرفت و ما سالها اگه برنامه‌ریزی می‌کردیم از بحرانی که مثلا در عراق و لبنان برامون به وجود اومده بیرون بیایم، اونم تو چنین شب سال نو میلادی که الان بر همه اخبار در مورد کریسمس و سال نو میلادی بشه، همه اخبار شد تسخیر سفارت آمریکا در عراق توسط هواداران ایران و مردم حامی ایران، مردمی که برعکس اشراری که اومدن کنسولگری ایران گرفتن صورت بسته نیومدن، در روشنایی نشستن. یادتون باشه یکی از دلایل رد دشمنان ایران در تمامی اوضاع، چه دشمنان ایران تو عراق، چه تو فضای مجازی رضا بازا غیره، یکی از بزرگترین دلایل رد اینا پنهان بودن و در تاریکی نشستنشونه. کسی که در روشنایی نشسته 50% صداقت رو رد کرده. خب ما امروز در روشنایی هواداران ایران رفتن سفارت آمریکا رو اونجوری تسخیر کردن، این خیلی سنگینه برای آمریکایی‌ها. و آقای ترامپ با ندونم کاری و اشتباه محاسباتی باعث شد که الان اختلافاتی که بین آیت الله سیستانی تا این آقای آیت الله در حقیقت بگید دیگه این آخون مقتدا سعد، حالا آیت الله که گفتم سیستانی واژه آخون بگیم، من از این واژه آیت الله زیاد همراه نیستم، با آخون حکیم که سه مرجع تقلید هستن، اختلافاتی که اینا داشتن در حوزه های مختلف هر ستا امروز با هم بیانیه مشترک میدن و هر ستا میگن آمریکایی ها برای اخراج بشن به خاطر این پرروبازی که در آوردن. حتی دولت عراق جلوی دست بچهای 80 شبی، آخه نمیفهمه اصلا 80 شبی از کی حقوق میگیره؟ آقای ترامپ از ارتش عراق داره حقوق میگیره، چون بچه 80 شبی قبول کردن برن زیر مجموعه ارتش عراق. تو در حقیقت زدن بچه 80 شبی شما به ارتش عراق تجاوز کردی. من امروز سه تا از مراجع با همدیگه اینو گفتم، حتی مقتدسات خیلی جدی‌تر و حاضرم جهاد بدم و فلان بدم و کفن بپوشم برای اخراج آمریکایی‌ها. و آمریکایی‌ها امروز که سفارتشون تسخیر شد، تمام کارکنان سفارت و فراری دارن در یک منطقه امن، که حتی منطقه امن که چه ارز کنم احتمال در یکی از این پادگان های نظامیشون، چون الان منطقه امن
عراق که همون منطقه سبزه که الان فعلا برای آمریکایی‌ها بسیار ناامنه، چون منطقه سبز بغداد یکی از قسمت‌هایی است که بسیار امنه برای دیپلمات‌های آمریکایی. الان فکر می‌کنم ناامن‌ترین جا برای دیپلمات‌های آمریکایی منطقه سبز بغداده و اینا دومشون رو کولشون گذاشتن فرار کردن. و باور بفرمایید پسا این اصلا یک اتفاق بزرگیه، با 7 تریلیون دلاری که حضرات هزینه کردن فقط در شمال سوریه و غیره و تو منطقه مجبورن الان بذارن برن. و این ایرانی که جاپاش اتفاقا میگم تهدید با صبر استراتژی که شهریار ایران آقای خامنه‌ای تبدیل به فرصت شد، تهدیدی که ماهاست هفته هاست در عراق و لبنان علیه ایران شکل گرفته. ما شعارهای زشتی در عراق شنیدیم، برو برو ایران میگفتن، ایران باید اخراج بشه، کاملا تبدیل به یک فرصت بزرگ شد. قرار بود ایران بره، حالا برای عربستان سعودی هم داریم، چون بخش روانی داستان سعودی ها پیش گرفتن در این فتنه ای که علیه ایران بکار گرفتن، خون 60-70 ایرانی همتبار عراقی ما کاری خواهد کرد نه تنها ایران جاپاش سفتر بشه در این حوزه تمدنی خودش. بابا این اصلا حوزه تمدنی که چه عرض کنم، پایتخت ایران عراقه، نه تنها در این حوزه تمدنی جاپای ایران سفت خواهد شد. ببینید اینا رو هم پیشبینی ها که یا و آمریکایی‌ها به زودی برای همیشه از عراق خواهند رفت. من مقدمش همین حماقت آقای ترامپ بود در حمله به بچه های هشت‌الشعبی. مردم عراق هستن، ایرانی های وطن پرست عراقی هستن، ایرانی هایی هستن زمانی که نصف این آقایین رضاباز و اپوزیسیون از ترس جنگ با آقای صدام حسین با تو پوست گوسفند و اینا قایم میشدن، پنهان میشدن، مرزهای ایران رو فرار میکردن بیان پاسپورت کشورهای اروپایی رو بگیرن که برای منافع ملی خودشون و کشور خودشون یک زمانی خدایی نکرده تو جبهه‌های جنگ نفرستنشون، بچهای هشت‌الشعبی برای ما خون ریختن، خونشون رو دادن برای کشور ایران. و اینها در اون بحث تمدنی و تاریخی به درستی تو اون اتوماتیسم تاریخی سربازان واقعی هخامنشی هن. امروز سرباز و فرماندهان هخامنشی رو من تو صورت ابو مهدی مهندس میبینم، من سرباز هخامنشی رو تو صورت هادی العامری میبینم، تو صورت این 60 شهیدی که آمریکایی‌ها به ناحق خونشون رو ریختن میبینم. خب با این حماقتش باعث شد که مراجع تقلید که با هم اختلافات دارن تو عراق الان یک صدا بشن. دشمن حماقتاش باعث یک صدا شدن ما خواهد بود، همواره اینجوری بوده. الان آقای حکیم، آقای مقتدا سر، آقای سیستانی با همدیگه خواستار خروج آمریکا شدن. احزاب مختلف عراق، مسئولین عراق، ثانیه‌ای نیست در این 24 ساعت بیانیه نداده باشن و یک صدا نگفته باشن آمریکا باید بره بیرون. خب در این شرایط آقای ترامپ برای ما توییت میزنه، این چقدر مردک وقیحه. حالا براتون میگم، تا قبل از توییت آقای ترامپ یک تصویری رو میخوام امروز بهتون نشون بدم، پوزش میخوام یه چیزی بنوشم. خب اینم تموم شد. یه تصویری میخوام بهتون نشون بدم، خیلی جالب بود برای من. و نه تا کنار من تصویر فردی رو دارید میبینید که نامش ربان الکلدانی هست. این آقای الکلدانی کیست؟ ایشون مسیحیه و فرماندهان هشت‌الشعبی است که در روشنایی اومده و سفارت آمریکا رو یک مسیحی تسخیر میکنه. اینها شاهکار تمدنی است. دو دسته به ما میخوام بگن اتفاقات مذهبی است. هواداران دو آتیشه آقای خامنه‌ای که بسیار حزب اللهی و مذهبی هن بعضیاشون، یک دسته اینا میخوان روایت ها رو برای ما مذهبی تعریف کنن، یکی اپوزیسیون برانداز پیش از نقد، هر دو میخوان اتفاقات منطقه و اتفاقاتی که جاریست در کشور ما رو با فهم مذهبی، پوزش میخوام از این جمله استفاده میکنم، تو پاچه فهم ما بکنن. این حقیقته، این یک تصویری است که نیاز به تفسیر نداره، این تصویری است که نیاز به تحلیل نداره، این یک حضور تمدنی علیه دیوان زمان ماست، علیه ضحاک زمان ماست. یک مسیحی علمدار تسخیر سفارت آمریکاست، شاهکاره.
یک مسیحی که خودش فرمانده هشتال شعبی است. خندتون نمیگیره؟ اون وقت این مردی که ترامپ که هیچی نمیدونه از این مسئله تمدنی، اینا ایشون مسیحیه و اینایی که کنارشن همه مسیحی هن. اومدن و فرماندهان هشتال شعبی هن. هی میخوام به ما بگن هشتال شعبی یه سری افراد تندرو اسلامی هن. نه، با فهم تمدنی قضیه رو نگاه کنی خیلی بحث سنگین تر از این سخنان میشه. اجازه نخواهیم داد در برنامه رو دست ما رو در بحث‌های سطح پایین‌تر، نمیگم اشتباه یا درست، اصلا کلاس بحث مذهبی در حد بحث تمدنی نمیخوره. بحث تمدنی یک بحثی است که بسیار تاریخی است که در سده‌های مختلف شما چطوری یک عتیقه ای هر چقدر ازش بگذره ارزشش بیشتر میشه. بحث تمدنی همینه، در بستر تاریخ به صورت طبیعی شکل میگیره و در هنگام خودش از طریق کدهایی که روی دی ان ای تک به تک انسانها و حتی این خاک ذخیره شده میاد و رونمایی میشه. و از همین دی ان ای که کل این سرزمین و حوزه تمدنی الان فعال شده، تمام این کدها روی این دی ان ای در طول بستر تاریخ که ذخیره شده بود و حفظ شده بود حالا داره رو میاد، نمایان میشه، نمایش داده میشه. و از دل این قضیه شامینه یا یه مسیحی فرمانده هشتاد شهبی میاد علمدار بستن سفارت آمریکا در عراق میشه. این بحث تمدنیست که ما عرض میکنیم. خب آقای ترامپ اومده توییت زده، مردی که خجالت نمیکشه. ترامپ میگه مانند یک بازی، آها نه این چیزه، اینو ترامپ اینجا برگشته، اون یکی دیگه گفته. ترامپ اینجا برگشته داره میگه که اگر عراقی ها آزادی میخواهن حالا وقتش هست که علیه ایران به پا خیزن. مردی که سفارت تو رو گرفتن، مگه ایران اینا رو بمباران کرده؟ ایران که الان هفته هاست با همه این اتفاقات تمام مسئولان ایران از راست تا چپش سکوت کردن که متهم نشن که دارن دخالت میکنن. ببین تو قاسم سلیمانی رو نشناختی. من همواره گفتم قاسم سلیمانی واقعا ابر دکترین دیپلماسی نظامی پشت پرده رو پیاده کرده تا به امروز. یعنی اصلا در آینده ما باید در سطح دانشگاه‌های بین المللی رشته‌ای داشته باشیم به نام دیپلماسی سلیمانی، دیپلماسی پنهان سلیمانی. بازش نمی‌کنم وای ترام، ولی خودتون بهتر می‌دونید که در اون دیپلماسی پنهان نسخه شما پیچیده شده توی عراق و به خاطر فتنه های این هفته های اخیر، به خاطر که خون خیلی از فرزندان پاک و بسیار انسان دوست عراق و نمیگم میهن پرست، انسان دوست عراق که در برابر قول میشاخ و دومی که شما برای ما درست کردید، برای مردم، برای انسانیت، برای جهان هستی درست کردید به نام پدیده داعش وایسادن و جان دارن و شما با این فتنه ها تعدادی از اونا رو تا به امروز شهید کردید. بنابراین در این دیپلماسی پنهان قاسم سلیمانی بسوز. در آینده اگر آمریکای پابرجا بماند که من بعید میدانم، که من بعید میدانم، شک نکنید در دانشگاه‌های مختلف آمریکا مجبوری دیپلماسی سلیمانی رو تدریس کنید، درس بدید، یاد بگیرید. این داستانشه. حالا برو بگو که عراقی‌ها برن خیابون ایرانو بندازن بیرون. فعلا عملا دست به نقد، نسیه رو ول کن. هفته هاست این زرا رو می‌زنی، هیچ اتفاقی اونجوری که دلتون می‌خواسته نیفتاده. ولی فعلا دست به نقد، شما تو سفارتتون نیستید توی عراق. کجا هستی؟ کارمندان سفارتتون. خب بگذریم. خب آقای استوان وال استاد روابط بین المللی دانشگاه هاروارد ایشون توییت زده و برای من توییتش جالب بود. تو همین دو سه ساعت پیش توییتشون رو نوشتن که ترامپ مانند یک بازیکن شطرنج است که فکر میکنه طرف خیلی خوب نوشته دیگه، یک بازیکن شطرنج این آقای ترامپ که فکر میکنه طرف مقابلش هیچ حرکتی نمیکنه و همیشه از واکنش طرف به حرکت‌های احمقانه اش تعجب میکنه. خدایا این اصلا ترکون ترامپو دیگه. این مثل این آقایین اپوزیسیون برانداز و خاکانداز و زیرانداز و عموما تفنداز ما، اینا فکر میکنن که دو بازی و شطرنج حرکات احمقانه که انجام میدن ما باید مثل بز اینا رو نگاه کنیم. بابا چی فکر کردید برای خودتون؟ هفته ها عراق رو شلوغ کردی، بچه های هشتال شعبی رو در چند عملیات واقعا ناجوان مردانه اومدی شهید کردی و فکر میکنی خیلی باحالی؟ خب حالا الان چرا تعجب کردی؟
خیلی برای من این جالب بود که اینو نوشته بودن. البته مورد دیگه هم هست که بعدن حالا امشب دیگه آماده نیست به خاطر این که این اتفاق امروز افتاده و میگم من خودمو به زور به برنامه رسوندم. حالا در مورد اتفاقات عراق بازم برنامه خواهیم داشت، ولی عملا اتفاقی که افتاده اینه که صبر استراتژیک ایران باعث شد ما از بحرانی که در این برهه زمانی در عراق و لبنان برای ما رخ داده بود با سر سلامت خارج بشیم و چشم انداز بسیار امیدوار کننده رو دارم میبینم. البته یه پیشبینی دیگه ای که خب خیلی از تحلیلگران کردن اینه که آمریکا میخواد با ایران جنگ نظامی رو آغاز کنه به خاطر بحثای حیثیتی، ولی جرأت نداره این جنگ رو در داخل خاک ایران آغاز بکنه. برای همین کشور سومی رو از هفته های پیش تحلیلگرا پیشبینی میکردن، عراق یا لبنان و یا شاید سوریه. یکی از این سه کشور محل درگیری جنگ نیابتی بین ایران و آمریکا باشن. اینم یک تحلیلی است که میتونه درست باشه، اشتباه نیست. اما حقیقت داستان اینه که آمریکا، ترامپ که مرد جنگش نیست، الان یه غلطی کرده، حالا چوبشو داره میخوره، فعلا دستپاچه است. و میگم اینا ادعاهاتشون فقط در همون سینمای هالیوود، یعنی با فهم هالیوود باید اینا رو ارزیابی کنید، سبک سنگین کنید. اتفاق ولی اینه، نمیگم امروز، نمیگم فردا، شاید هم امروز فردا باشه، اصلا شوخی نداره این قضیه، ولی من نمیگم امروز فردا، ولی بهتون قول شرف میدم خونهایی که ریخته شده از بچه هشت شبی مقدمه اخراج آمریکایی‌ها از عراقه. و یک پیشبینی دیگه هم دارم، این خروج آمریکایی‌ها از عراق هم بدون خونریزی نخواهد بود. و پیشبینی دیگری دارم تو این زمینه، آمریکایی‌های زیادی به صورت در حقیقت افقی از عراق خارج خواهند شد، البته زمان نشان خواهد داد، ولی اقداماتی که امروز مردم اینو تشدیدم میذارم که قشنگ مشخص بشه، مردم عراق انجام دادن علیه سفارت آمریکا، برعکسی که اقداماتی که اراذل اوباش و اشرار رهبری، نمیگم همه اونایی که تو خیابون ریخته بودن مردم عراق نبودن، ولی اشرار و اراذل اوباش در حقیقت در شبانگاهان علیه ایران برنامه ریزی کرده بودن، این اقدامات باعث میشه که امروز که مردم ریختن تو خیابون و سفارت آمریکا رو در منطقه سبز بغداد با کمک دولت عراق ساقط کردن، که نشون میده دولت عراق هم پشت مردم هست تو این حوزه و دیپلماسی که پشت صحنه به کار گرفته شده توسط واقعا به نظر من استاد این دکترین پنهان آقای قاسم سلیمانی، کار آمریکایی یک سره خواهد شد، کار آمریکایی تو عراق یک سره خواهد شد. عزیزان در اپوزیسیون برانداز هم میتونن من از فماق خودشون رو بمیکن، منتظر باشن عمو ترامپی که سفارت خودش رو تو بغداد نمیتونه حفظ کنه برای شما حکومت چنج بکنه، بر رضا دیباجونتون و مریم رجویتون رو یا هر کسیتون رو بیاره بذاره مثلا به جای این حکومت. باش تا صبح دولتت بدمد، ما هم هستیم. بهتونم سال 96 گفتم، یک گفتم در سال 96 اعلام کردم که من 10 سال جلوی این دوربین برنامه خواهم ساخت و وضعیتم در تمامی حوزه هر روز بهتر خواهد شد. و شما عزیزان برانداز همچنان میگویید که ماه دیگر حکومت برانداز میشه. از آن روزی که اینو گفتم 2 سال گذشت. برید برنامه های 96 منو ببینید، اگه من از سال 96 دنبال کردید به خوبی میدونید چه در حوزه برنامه سازی چه در حوزه دیگر کاملا پیشرفت در تمام حوزه اقتصادی و برنامه سازیم به مراتب قشنگ قابل رویت هست. و حماقت و عقب افتادگی دشمنان ایران زمین هم از سال 96 تا الان کاملا قابل مشاهده است. بنابراین همه تونو به اهورامزده ایران میسپرم، یادتون باشه ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد و برای این آرمان بزرگ بارها گفتم دست به هر کاری خواهیم زد. اتحاد با همتباران ایرانی عراقیمون و سوریمون و لبنان و حتی فرزندان کشورمون دیلمیان و حوثی‌ها در یمن یکی از کارهای کوچیکی است که رخ خواهد داد. کوچیکه این تازه کارها بزرگتر قرار رخ بده. ایران این بازیایی که داره انجام میده که تصویب قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و در آینده تا 5 سال آینده به یک قدرت میان جهانی و در 10 سال آینده قول شرف خواهم داد که اگر همه چی درست پیش بره و من و شما میهن پرست در صحنه و حضور جنگ رسانه‌ای قدرتمند حضور داشته باشیم،
قدرت من اعصاباتون رو قوی کنید در برابر دشمنان ایران، ترول‌های مجازی، جز فتوشاپ و فوش هیچ چی نیستن. بنابراین خودتون رو قوی کنید، چون ما هستیم که محتوا داریم، ما هستیم که دارای اندیشه هستیم، ما هستیم که دارای منطق و سواد سیاسی هستیم و پشتوانه تمدنی پشتمونه در اون بحث فعال شدن کدهایی که روی دی ان ای هست، در اون اتوماتیسم تاریخی که بارها گفتم. بنابراین خودتون رو قوی کنید و در مسیر میهن بمانید. پاینده ایران، بدرود.